زندان کاچانیوسکا در شهر خارکیف اوکراین که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور در آن دوره 7 ساله حبس خود را سپری می کند به خبرنگاران اجازه بازدید از آنجا را داده است. البته بازدیدی که مخالفان می گویند صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و به خبرنگاران محل حبس خانم تیموشنکو نیز نشان داده نشده است. یکی از زندانیان زنی که به کار خیاطی در این زندان مشغول است می گوید وضعیت بهداشتی و زندگی روزمره در اینجا خیلی بد نیست، اما بهتر است که اینجا نباشیم. مسئولان زندان اتاقی مجهز به امکانات پزشکی را به خبرنگاران نشان دادند، ولی میگویند خانم دیموشنکو که به گفته پزشکان شخصیش از کمردرد شدید رنج میبرد و نیاز به مداوای فوری دارد، از همکاری با پزشکان زندان سرباز میزند. وکیل خانم تیموشنکو میگوید نمیدانم کدام اتاق را به شما نشان دادند، نمیدانم چه دکوری را در آنجا درست کردند، فقط میتوانم بگویم دیروز دیدم که چگونه زندانیان زمینها را با مسواک تمیز میکردند. اینها برای من یادآور دوران خدمت سربازی در ارتش شوروی سابق است. خبرنگار یورونیوز در اوکراین میگوید علیرغم اینکه دولت بازی در این زندان را برای خبرنگاران سازمان داده بود، اما به ما اجازه داده نشد تا محل حبس یولیا تیموشنکو و نه حتی پنجره اتاق او را هم ببینیم. یورونیوز خارکیف.